عزیز سلام، امیدوار هستم در هر گوشه و کناری که هستی جور و صحتمند باشید، در این هوای سرد در کانون گرم فامیل خود قرار گرفته باشید. امروز آمدیم در بازار بامیان در مارکت ترکاری فروشی که اینجا میریم احوال کسایی که ترکاری میفروشه میپرسیم که چه مشکلات داره در این هوای سرد، آیا فروشات داره نداره. پس آخر برنامه ما رو ببینید باشید. سلام کاکا جان، خوبی؟ بخیر؟ سلام با شما و همکاران شما. تشکر کاکا جان. چطور هستی؟ امروی روزگار چطور میگذره؟ روزگار یعنی گلپیر میگیریم چل رو بیرون میشیم شوروالی پیش کده میره پاس، یعنی یه شب باز یخ میزنه باز از روز تا بگار چند کار میکنیم، چل رو به چل و پنج رو به ست رو به دیگه توان میکشیم. کاکا جان نام تان چیسته؟ نام ما است غلام علی. غلام علی کاکا جان، فروشاتتان خوب است نه در این روزا؟ فروشات نه، فروشات کی میخره دمیز یخیم؟ امروز دمیز روزا کسی نمیخره، مجبور میخریم، کسی باز از ما هم نمیخره، کراچی ما پور مانده. باز در این هوای سرد که یار اینجا میارید گفتید که یخ میزنه نه؟ باز چطور است قیمتش؟ قیمتش شما ارزان مفروشید یا قیمت؟ روز که سر بیگایی برم در تون میدیم که یخ میزنه از پیش ما، یا در یک گلپیم پایین رو پیگ مفاد کنیم در پر تون میدیم. خب کاکا جان ارزان بفروشید تا کلش فروخته شد و یخ نزنه. اگه ارزان که بفروشید خوانه که بریم که از من نون طلب داره دیگه، از کجا کنیم؟ شوروالی نمیانده در سر دروی بازار که برسه شوروالی نمیانده دیگه، اینجا که مارکت کنه تنگ است کلی که همینجا جمع میشه که کس جایی نداره که بیه همینجا استاد شد. باز آلی خودتان در داخل مارکت قرار دارید، باز قبلا نا در کجا کراچی بود که آلی اینجا؟ کراچی قبلا در روی جاده بود، آل در روی جاده بود، آل در بین مارکت قرار گرفتیم. برای تان کدام جای مشخص دولت ایجاد نکده که برید در اونجا کراچی بانی کنید؟ نه ما فعلا خبر ندارم، ما البته یک مابی سروش شده که همینجا مادم دیگه جای مشخص من خبر ندارم. کاکا جان اینجا چی مفروشید؟ خب گلپی هست، امروی شلغم دیگه چی؟ گلپی پیاز شلغم دیگه چی نداریم دیگه، را داره کینو داره دیگه، وانا ترکاری هر چیدیم که مسئله ترکاری دیگه اینجا. باز قیمتاش چنده اینا هر کنمش؟ این شلغم اصلا ما 45 میخوریم 50 میدیم، گلپی رو 45 میخوریم، بعضی وقت دستری بایخ ماره بعضی وقت نمیره. از قدیم چطور فروشاتتان فرق کرده یا نه؟ در بهار چگونه بود اگه فروشاتتان؟ در بهار من نبودم، بهار کسایی که اینجا بود از بهار هستی پرسان گو، ما همین زمستان آمدیم. قبل از این چی کارا میکردید که حال تازه ترکاری مفروشید؟ قبل از این در منطقه ما زمین داشتم کچالو کشت میکردم. حالی هم بورید در سر زمین های کچالو کشت؟ سر زمین حال دیدید برف رفتم بشم، زمستان برف دیگه، مجبور که از برف آمدیم از کوبنده فرار کردم در اینجا آمدیم. حاصلاتتان امسال چطور بود از اون زمینی که داشتید؟ از زمینی که داشتیم شکر بود امسال چی بود، کود کیمیایی بسیار بالا رفته، کارگری بالا رفته. خب کچالو وقتی که مو کچالو داشتیم 80 رو فروختیم، این حال 140 رو پشده از دیکان در دیکان چی ساخته نمیشه. ذخیره کچالو ندارید اینجا؟ نه ذخیره کچالو نداریم. کاکا جان تشکر از این که با ما صحبت کردید، از مشکلات خود گفتید، تشکر از این. تشکر از شما خواهر عزیزم. آرزومند هستم که می فروشاتتان رونق پیدا کنه. دوستای عزیز حالی هم میریم با یکی از کراچیوانایی که در اینجا هسته باش صحبت میکنه، پس آخر برنامه ما رو بیننده باشید. کاکا جان نامتان؟ محمد رضا. محمد رضا کاکا جان چطور است فروشاتتان؟
فروشات خوب است دیگه، هوا سرد است، بعد این است تایا گهتره. چی میفروشید کاکا اینجا؟ پیاز، کچالو، گلپی، هرچی دیگه، فاصله، بامیه خیال خیلی قیمت است دیگه، پالک، گندنه، اینی ها کسی محصولات داخلیه دیگه، یعنی بادرنگ کسی محصولات خارجی هست که ایرانی بر فعلا یا دولت یا وطندارای ما و شما به او سرحد نرسته که در این فصلی دومای چلر گلخانه ها را زنده نگه داره و در گوشه گوشه افغانستان بر فعلا گلخانه ها در دومای چلر زنده نگه داشته نیست. باز این چی که فروشات داری چطور است؟ فروشاتتان خوبه یا نه؟ فروشات دیگه دکانداری دیگه، یک روز خوب است، یک روز بد است، یک روز زایات داره، یک روز دیگه گفتی مردم نداره دیگه، همین دیگه بس. خوب بستگی دیگه به مو اقتصاد کشور داره، به مو بستگی به مو درآمد های مردم داره، و یک مردم میتونه که درآمدش خوبتر باشه یک فاصله کیلوی 60 روپیه 60 روپیه، ولی در صورتی که درآمد های مردم ضعیف است یک گلپی میه کیلویش 20 روپیه مجبوره که گلپی با امور هم خریده نمیتونه، و بعضی هایش که از او کده خیلی یخ زده باشه و کسای باشه که ترکاری زیاد داره بیچاره ها روی میرد از امو که ارزان تر باشه برش، حتی کیلوی 5 روپیه بفته، کیلوی 10 روپیه بفته، همینطوری. ترکاری هایی که اینجا هستم چطوره؟ این گفتید که گندنه از خود از خودی؟ گندنه از جلال آباد است، جلال آباد و لغمان و همینجا هست. از جلال آباد وارد میکنید؟ از جلال آباد وارد میکنید. باز قیمت های اونا که قیمت هایش چطور است؟ اونا که دستر شما مفروشه یا خرید مونید؟ قیمت دیگه در دو ماه زمستان دیگه در هر جایی که هست قیمت ها دیگه، همون گلخانه هایی که در جلال آباد هم نگهداری میکنه وام مصرف داره دیگه، تنها از وام گاز مصرف میکنه، ما بعضی چیزهای مصرفی داره که تا اینمی گندنه یا همی سبزیجات زنده نگه داشتش، مصرف هایش بالای قیمت است، دو ماه قیمت است، بعد از او هزارزان میشه. کاکا جان اینجا چند مدت میشه که می دکانه دارید مفروشید ترکاری باید؟ دو دو یک 6 سال، 5.5 سال، 6 سال. کدام فصل بیشتر یعنی فروشاتتان خوبتر است که مشتری زیاد دارید میخره؟ ترکاری و میوه؟ ترکاری و میوه؟ ترکاری؟ ترکاری، ترکاری در فصل بهار و کم کم همون طرف خزان خوبتر است، چون مردمی از ما که هستن مردمی زراعت پیشه، مردم ولایت بامیان مردم دهقانکار است و همون محصولات خودش که در ثمر برسه باز همون رو مصرف میکنه و زیادتر جای تجارتی نیست که بندر باشه، تجارت باشه که چی کنه، این نظر به محصولاتی که هر وقت محصول خود زیر رسید، کچالو مثلا، گوسپندش مثلا، نمی چیزهای دیگه ایشی که یک مقدار روغن زرد ذخیره میکنه، یک مقدار قرود ذخیره میکنه، اکثر فروشات در که به حساب تیرما بگیم که پاییز است که از تابستان تیر شده وقت خوب است. کاکا جان اینجا که گفتید فروشات میکنید، اینجا خودتان زمین دارید که کچالو کشت کنید؟ شخصی جان خود ما نداریم، ولی دوستا را اگر دولت یک ذره داشت توجه کنه، همین دو سال مثلا همین گلخانه های خود ولایت بامیان اما جلوگیری کرد که از بیرون ولایت داخل نشه گلخانه هایش، همین بادرنگش، تنها بادرنگش و کرمش دیگه، برای که بگم اینمی دو محصول ازی همین سال و پار سال کاملا جلوگیری کرد که در فصل خود خود که هیچ کرمی از دیگه ولایت ها وارد ولایت بامیان نشد و هیچ بادرنگی هم از دیگه ولایت ها وارد ولایت بامیان نشد. خودتان جرم خود یا گلخانه های زنده کده و دوست های هست که دهقین بسیار زحمت کش در این ما که دهقین ها باید تشویق شوه و یک ذره احتمال شوه که به حساب از لحاظ کود و از لحاظ رهنمایی و از لحاظ گفت مردم همرازها باید قد از ها خیلی کمک شد. این دکان کراییه یا نه؟ نه، املاک های شوروالی است، این دکان ها، این مارکت کلگیش املاک های شوروالی است، ما برای شوروالی
کرایه پرداخت می‌کنم. تشکر کاکا جان از اینکه با ما صحبت کردید. مشکلات خدا بگید، کمی ترکار فروشات دمیجی که ترکاری می‌فروشید چی مشکلات دارید؟ جور باشین، زنده باشین. مشکلاتی از ما مشکلات همی هست که این فصل که فصل سردی هست که کلگی مفرد سردی سری کلگی هست و در غیر از اون یک چیز هست که دولت با می دهاقین با زمی ترکاری فروش ها که اول سرچشمه میگیره در دهاقین، از دهاقین باز سرچشمه میگیره با ما. وقتی که دهاقین سر بود، دهاقین گفتی مردم محصولاتش بیشتر بود و برای ما میاره و ما که از واردی خارج از ولایت وارد کنیم حتما قیمت نست، حتما مشکلات خود داره، یخ میزنه، ضایعات داره، در این فصل از تلفات خود داره. این بسیار یک ترکاری رو کلگی میفهمد، چی ما ترکاری فروشان میفهمیم و همسال ترکاری فروشان که میفهمیم یک چیزی بسیار نازک است در این فصل. و اگر در این ولایت گلخانه هایی شوه که او گلخانه ها در این فصل مصرف خود داره، حتما با این آب و هوا گلخانه هم که باشه در این ولایت چیزها رو زنده نگه داشته نمیتونه. در صورتی میشه که مثلا گلخانه های دیگه کشور آوری، این مثلا گاز داشته باشه، مجهز داشته باشه، با هم آب و هوا خود خود را عیار کنه. و ویره از دولت امیدوار هستیم که انشالله تمام دهاقین کمک کنه و از سمر دیست دهاقین باز ما هم براحتی میتونیم که در خدمت شهرونده دیگه که در مارکت ترکاری فروشی قرار داره. این دکان هم میوه میفروشه و هم ترکاری. میریم درباره ترکاری معلومات میگیریم و ازش میپرسیم که فروشات چطور است. پس برنامه ما رو بیننده باشید. سلام کاکا، خوب هستید؟ بخیرید؟ سلام علیکم به خود شما خانم پیمان و حفیظالله اختیارزاده و همکارای تکنیکی شما جهان تلویزیون هزاره. تشکر کاکا جان. کاکا جان نامتان؟ نام حاجی حسین سفری، سوپرمارکت میوه فروشی برادران. کاکا جان چطور است قیمت های ترکاری در زمستان؟ هوا هم سرده. ترکاری و میوه‌جات فصل زمستان بسیار بلند است، هم بسیار زیاد یخ میزنه، بلند است. مثلا سبزیجات از طرف پاکستان جلال آباد اینجا یعنی 20% از تیرما کده از ما تابستان کده بلندتر است. کدام ترکاری ها شما میفروشید بیشتر؟ مثلا پالک، گشنیج، گندنه، نیش پیاز، نعنا، مل سرخک و غیره. خب چون فصل زمستان است، بیشتر کدام ترکاری ها در فصل زمستان فروخته میشه در بازار میایه؟ مثلا زیادتر گلپیست، دیگه کدو، همین چیز هاست، دیگه فاصله بامی، همین ها بار زمستان است دیگه. اینا زیادتر است. گلپی زیادتر فروختنش به خاطر که خود ارزان تر است. قیمت ها اینا چنده؟ یک کیلو گلپی 40 افغانی، یک کیلو گلپی سبز 150 افغانی. باز اینجا که میفروشید باز کنم اینی در مشتری خود مراد نکنید؟ نه نکنید. 10% 10% مراد دار، زیاد نه 10%. 5%ش فایده است، 5%ش هم به حساب سرمایه کم میشه. شما ترکاری جات یا ترکاری بابا از کجا وارد میکنید؟ وارد بامیان؟ وارد بامیان فعلا از کلانش از کابل میه، از سمت کابل، از مثلا از طرف جلال آباد میه، پاکستان میه، قندهار میه، همین سه ولایت میه. کاکا جان فرقی که شما در دکان میفروشید با کسایی که سر کراچی میفروشه فرقش در چیه؟ فرقش دکان و کراچی زیاد تفاوت نمی یک 20% می تر کراچی که از روی تابستان بسیار گرد و خاک میشینه، زمستان یخ زده است، آب و هوای آلوده روش میشینه. دکان خونه خودت میبینی صفا است، تمیز است، پاک ستره است، مشتری های عزیز میادگان خودش خوش میکنه و میبره میره. آره نام خدا، دکان تانم خیلی قشنگ مقبول هم است، خیلی دکوری قشنگ داده در دکان خود. باز اگر ما بیاییم همینجور با شما یک جای ترکاری بفروشم، مرا باز چی میتید سهمیه یا اینا مثلا از شما معلوم شد شریک میشه با ما؟
مدیریت میگیری، مرزایی رو میگیری، هر چی که میگیری روی همزون مصارف ما استاد هستم باشم. نه مقصد من جایی باشم که دپالی میوه باشم. خب پالی میوه فقط انتخاب کنین و روی خودتون هست، امتیازتون هست، یک 10% بالا نیست، 10%. شما چقدر؟ خود ما 15% میگیریم. باید مساوات در نظر گرفته شد. خب مساوی میگیریم، 12% شما 12% هست. کوکو جان تشکر از اینکه با ما گپ زدید و این خوب شد که من اینجا میایم با سازو پاس کار میکنم. مقصد در یک جایی قرار بگیرم که در پالی میوه مثل گمال استاد شده امینجا کار نباشه. فقط پالی میوه باش، کلم و کاغذ و ماشین حساب دست شما. آه. روی اونا حقوقتان حساب میشه. تشکر کاکا جان. خواهش میکنم. خوش آمد. تشکر. این بود برنامه هفته ما که به شما تقدیم کردم، امیدوارم مورد پسندتان قرار گرفته باشه. ما در این برنامه وضعیت کسایی که ترکاری میفروشه به شما ارائه کردیم و امید است که شما هم بتونید برنامه های ما را ببینید و چنل یوتیوب ما را سابسکرایب، لایک و کامنت بگذارید تا ما بتونیم همه قسم یک برنامه خوبتری را به شما ارائه کنیم. تا برنامه دیگه که باز هم با یک موضوع جدید و یک برنامه جدید به ظهورتان ظاهر میشم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. شاد و موفق باشید.